خب درس 15 و 16، درس 15 و 16 یعنی دو دسته، یعنی دست راست و چپ پیانو. الان دیگه انقدر اومدیم بالا که میخوایم دیگه تمام این چیزایی که یاد گرفتیم، تکنیکایی که واسه دست چپ یاد گرفتیم، تکنیکایی که واسه دست راست گرفتیم، حالا میخوایم با هم اقدام کنیم، عمل کنیم، سویچشون کنیم، با هم یکیشون کنیم که دیگه میخوایم پیانو بزنیم. توجه داشته باش اگه تو فیلم فقط میخوام دست من بیفته، توجه داشتش من پدال میگیرم چون میخوام آهنگ بزنم، پدال باید باشه چون خوشگل تر میشه. حالا اگه معلوم نشد بدون دارم پدال رو میگیرم. مهم اینه که تو الان ببینید دست راست و چپ من، حالا هر آهنگی که میزنم ببینید مثلا آکوردم رو هشتاییه یا بازه بسته است یا مثلا سه چارمه چار چارمه، ببین دست راستم مثلا داره تون میزنه، ببین آیا چپم تون میره یا یواش میره، اینا رو با هم چک میکنم. خب یه دو سه تا نکته ببینم اگر این توب مونده بگم، اگر نه که دیگه بریم سراغ ادغام دست راست و چپ و موزیک و پیانو اصلیمون که در واقع بتونیم بعضی تما رو انجام بدیم. خب اگه این بسطش لابلاش یه چیزی یاد آمد بدیم. خب از آکوردا حالا چیزی که میخوام یاد بگیم، بریم ببینیم چی بزنیم. فقط تو میخوام الان تیکه تیکه، من الان ممکنه 4-5 تا آهنگ متنوع بزنم، تو نگاه کنی که حالا با دست راست و چپ اینا چجوری مخلوط میشن. میریم یه آکورد 4 تایی باز بزنیم. حالا دست راست و چپ من الان نگاه میکنه ببینید چجوریه. ببین همین یه تیکر رو متوجه شد. خب الان میخوام یه کاری کنم. ببین من رو بهت گفتم چارتای وسطش هم اومدم یه سه چهارم باز زدم. خب حالا که داری یاد میگیری، حالا تو درسای بعدی هم بهت میگم، قرار نیست مثلا یه آهنگی که گفته مثلا تو چهار چهارم باز بزنی، چرا میتونیم نرمال استاندار نرمالش از اول تا آخر بزنی، ولی هنر و حرفه‌ای بودن تو نوازنده پیانوی که یهو بتونی وسطش با توجه به سکوتا، با توجه به نوتای گرد سفید سیاه، یه موقعیتی رو خلق کنی واسه پیانو زدنت خوشگل‌تر بشه، یهو آکوردات ترکیب کنی، بهش میگیم ترکیب آکوردها. خب که اینجا گفتم ترکیب آکوردها، یهو مثلا داری هشتا میزنی یهو یه جا رو زود چارتایی کنی. خب این خیلی سخت‌تره، ولی میشه این کارو کرد که حالا تو درس‌های مثلا 17 18 19 20 که چارتا درس آخر دیگه خیلی تکنیکی میشه، با آکوردها دیگه وحشتناک بعد بازی کنین، ادغامش کنین. الان فقط تیک تیک دارم میگم، الان فقط بیشتر تو این درس می‌خوام دست راست شما انقدر با هم سینک شه، متنوع شه تو آهنگای تو آهنگای آروم که دیگه اینو تمرین کردیم بریم تو ادغام اون. خب حالا ببین باز انا تو این آهنگ من دو تا آکورد میزنم. خب آهنگ سه چهارم باز میزنم و چهار چهارم، میتونم گهگاه انتخاب کنم خودش چهار چهارم، ولی میتونم گهگاه از یه آکوردهای متنوع استفاده کنم. دست راستم باز رفت، دیدی سرعت دست چپم زیاد نشد. خب حالا یه چیز
معمولی تر. حالا میخوایم چنگش کنیم. ببین مثلا چنگ زدن با یه آکورد چند بار بالا پایین میپرم پس چنگ میشن. خب حالا باز دست راست و چپ با هم واسدادن. حالا یه خود بریم سخت‌ترش کنیم. حالا میخوایم آهنگ هشتاییش کنیم. خب هشتایی تقریبا تا اینجا پیانو دست چپ میاد، پس دست راست باید اینجا حرکت کنه. درسته سخت‌تر، یه بارم بهت گفتم تو پیانو آکوردهای هشتایی باز هشتایی رفت و برگشت سخته. ببین حالا با حالی که این داره اینجوری حرکت میکنه حواست باید ببین باشه، پس دست راست باید خیلی سریعتر از پسش بر بیاد، چون دست چپ داره حرکت میکنه دو سه اکتاف تقریبا. چپ حرکتش دادم، دست راست داشت چنگ میزد، سیاه میزد، سفید میزد. خب حالا میخوان اینا تندتر شه مثلا با آکوردهای متنوع. ببین نکتش این بود. ببین تو دست راست من دیدی تقریبا چنگ بودن همشون. ببین با حالی که داشت تون میزد ولی دست چپ هم داشت همون سرعتشو میرفت. خب پس به این ربطی نداره تو داری چنگ میزنی حتما دست چپت هم مثلا باید مثل همون چنگ بزنی. نه، این ممکنه
اصلا دولا چنگ بزنه، یا مثلا دست راست دولا چنگ بزنه، چپ چنگ بزنه، مثل این آهنگ. ولی ببین این آهنگ مثلا همین آهنگه، ببین دست راستش دولا چنگ فوق العاده تنده، ولی ببین دست چپ باش چجوری میاد. چی شد؟ سرعتش بیشتر شد، تون نزد، سرعت آکورد بیشتر شد. چرا؟ چون این داره دولا چنگ میزنه. نگاه سرعت دولا چنگ دیگه اینجوری نیست که اینجوری داره میزنه. خب وقتی داره اینجوری میزنه، پس دست چپمون داره الان هشته میزنه، نباید اینجوری بزنه. داره درست میزنه ولی این داره اشتباه میزنه. پس الان با هم سینک شن. پس دقت کن، وقتی داره الان یه آهنگی از دست راست داره دولا چنگ میزنه، دست چپ داره هشتایی باز میزنه، خب ولی داره سری میزنه، نمیدوه ها، سری داره آکورد میزنه. ببین سری شروع میکنه. من الان میتونم همین آکورد رو آروم تر شروع کنم با تمپو. منظور از سرعت یعنی تمپو، مثلا یعنی تمپو پایین تر 60-70. پس وقتی ببینید دولا چنگ میشه چجوری میشه؟ چنگ بود، پس تلفیق داریم. پس دیدی الان دست راست من دولا چنگ داشت میزد، چپ هم چنگ بود هشتایی بود، ولی سرعت ها یکی شد. خب متنوع است. یا مثلا توی آهنگ رومو ژولیت این چهار چهارم باز من میزنم، ولی سرعت رو نگاه، کلاسیکه. سینک شدم. ببین دست راست درست، دست چپ باش میاد. ببین چندین مدل رو با هم کار کردیم. پس دیدی ادغام شد، پس دیگه ربطی نداره دست راست داره دولا چنگ میزنه، چنگ میزنه دست چپ هم باشه، نه مثال مختلف فراز داره. پس باید اینا با هم یکی باشن، درسته؟ حالا یه آکورد خیلی سخت داریم که آکورد خیلی خوشگلیم است، بعضی از آهنگای یانی یا ریچارد کلدی من استفاده میشه. به این آکورد ببین، این الان بالانایش، ببین به این میگیم هشتایی باس. ببین اینه کی؟ الان برای اینکه هشتایی بازه حرکتی هم هست، نگاه خب این یعنی قشنگ انگار داره مثل دست راست میزنه. پس دست راست هم باید با هم سینک باشه. ببین مثلا ملودی که هست، ببین thank you.
تکنیکی گفتم، ببین حرکتم کردم دقیقه همون حالا تو این آهنگ من. حالا یا آهنگ مثلا آهنگ مثلا اصفهان زدن تو رنگ تو مثلا پیشتر آمده اصفهان زدن تماما مثلا بی دیز رو بماره، خب مثلا بخوایم اون رو بزنیم خب طبیعتا سخت‌تر میشه کارمون. منتها باز نگاه کن اینجا دیگه باز دست راست ببین همونهایی که همون گفتم رو دارم برات میزنم. این چی بود؟ دوب بود دو تنه. حالا دارم چیکارش کنم؟ تریوله نه تریب، تریوله این بود، تریوله ببین تریبلش بگو ببین با حالی که این داره میزنم این دست چپ داره آکورد هشتم میره، به خاطر همین میگه اینا رو باز با هم سگه ببین. حالا مثلا تو حالت کنید زدم و دیدی مثلا حتی ببین تو این چهار چهارم بود ام وقت سمان پروتایی که یاد گرفتیم حالا با دست راست حالا دیدی دو تایی زدم. پس الان طبق این روند ما دیگه این درس 15 و 16 مون که دیگه تلفیق دست راست و چپ پیانو بود و یاد گرفتیم، دفعه بعدی آکورداست میخوام ادغامش کنم، همون که بهت گفتم الان من یه تیکه تو کارام زدم. خب اونی که برات باشه یا هشتایی چهارتایی تیکه بزنی خوشگل ترشی یا مثلا چهارتایی باز و خودت ببینی واقعیت آهنگ چجوریه بخوای بزنی، یه خودت بداهه نوازی یاد میدم پشت پیانو نشستی چجوری از خودت یه ملودی بزنی، یه چیزی تو ذهنت باشه، بعد حالا آهنگسازی نه ولی مثلا تقریبا یه ملودی چیزی داشته باشه، آرپژ یاد میدم با ملودی که قبلا یه تیکه بهت یاد داده بودم متلفه کامل تر یاد میدم، بعد یکی هم آکوردهای پایانی. ببین مثلا یه آهنگ تموم میشه قشنگش اینه که یهو مثلا داریم میزنیم یهو دیگه دستام رو برنده بگیم تموم شد خوشگل تمومش کنیم که اونم بیشتر واسه دست چپه. ببین مثلا یه آهنگ تیکه ای باشه ببین این آهنگ ببین این هشتاییه ببین الان با حالی که ببین دیز داره بمول داره من میزنم آهنگ سختی هم هست تقریبا از آهنگ خودمه. خب آکوردش هشتاییه، خب هشتایی رفت و برگشته ولی ببین دست راست چجوری داره مانوف میده روی دیز به مولا ولی دست چپ میاد اینجا برمیگرده تند نمیده. ببین خودش رو نباخت تو همینجا بود یا هول نشد بده بالا بیاد پایین. پس دیگه دست راست چپ به خدا رو شکر دیگه خوب شده تا الان دیگه با این چیزایی که همه اونایی که من بهت گفتم الان دیدی با هم هی تمرین کردن انواع اقسام آکورد و آهنگا رو من تقریبا زدم برات که ببینید چجوری دست راست چپ با هم سینک میشه. سینک یعنی یکی شدن سویچ میشه با هم. خب
بقیه تکنیک ها هم بمونه که انشالله تو 14 سال آخر حرفه تر شد تا اونجا که بتونیم طبق این روند ها آموزش هایی که دادیم انجام بدیم و بتونی اینا رو تمرین کنی دیگه راحت بتونی با این چیزایی که گفتم ببین مثلا میتونی از همین کتاب آهنگ مختلف بسید چون همه رو بهت یاد دادم ببین تو همش همه چی هست آکوردا رو یاد گرفتی خوندنش رو یاد گرفتی دست راستا رو ببین یاد گرفتی حالا چه همه چی میبینی همه اینا رو پس تا این در واقع تا آخر الان درس 16 که هستیم دیگه دو دستی تموم شد الان میتونی خیلی راحت خودت اینا رو بزنی درست حالا چه شنیده باشه چه نشنیده باشه وقتی بزنی درست متوجه میشه که میتونی از پسش بر بیاری خب مثلا این آهنگ ایرانی آهنگ قد بالا هست ببین خب شیش و هشت خود سخت‌تره متو دقیقا زدنش دو برابره یعنی قشنگ داری دوب میزنی چه راست چه چپ نگاه کن ببین به چه صورته درست شد؟ پس ببینید دست راست چپ داره قشنگ بازی میکنه داره میپره بالا پس تکنیک های دست چپ و راستمون که تا الان یاد گرفتیم بمونه واسه یه جلسات بعدی تکنیکی تر بریم جلو تا بتونیم بداهه یه خورده بزنیم بتونیم آکوردامون رو ترکیب کنیم بتونیم دیگه آرپژیمون رو قوی تر کنیم با اون چیزایی که یاد گرفتیم بعد حالا یه دوره دیگه هم تو درس های آخر باز انجام میدیم ببینیم اگه چیزی نگفتیم یا اگه چیزهایی گفتیم که بیشتر بخوایم تکمیلش کنیم انجام بدیم خسته نباشید.